اگر شمار فزاینده تلاشگران حیات وحش و محیط زیست زندانی شده در سراسر ایران را در نظر بگیریم و اگر شمار محیطبانان کشته شده در دفاع از محیط زیست ایران و کشته شدن داوطلبان محیط زیستی در جریان خاموش کردن آتش سوزی های زنجیره‌ای جنگل های ایران را در نظر بگیریم، این نگرانی تلاشگران زیست محیطی ایران قابل درک است که میگویند تلاشگری محیط زیست در ایران یکی از خطرناکترین و مرگبارترین کنشگری محیط زیستی در جهان است. اما چرا کنشگری محیط زیستی در ایران باید تا این اندازه خطرناک و مرگبار باشد؟ گزارشی از بهمن سقایی. میلیون ها قطعه ماهی از بین رفتن. کنشگری در حوزه حیات وحش و محیط زیست ایران گرچه قانونی است، اما به دلیل موانع آشکار و پنهان و قدرت همه جانبه دشمنانش به راه رفتن در میدان مین تشبیه شده. آنان اگر برای پایش و حراست از یوزها دوربین نصب کنند، همچون شماری از اعضای سازمان حیات وحش میراث پارسیان به اتهام فعالیت‌های جاسوسی دستگیر و محکوم به زندان می‌شوند، یا همچون نقطن از فعالان محیط زیست کردستان که تحت عنوان اعمال مجرمانه دستگیر و زندانی شدند، و تازه ترین امواج این فشارها نیز ادامه بازداشت شماری از تلاشگران زیست محیطی در جریان اعتراضات علیه بیابی در خوزستان است. دلیل تبدیل شدنش مسئله سیاسی این است که پشت اون چیزی که در خوزستان رخ داده، چنانچه همه مردم مطلع هستن، نوعی خودکامگی و بی‌توجهی حاکمیت، فساد حاکم بر مدیریت منابع آب و محیط زیست و همچنین رفتاری که گروه‌های مختلف وابسته به حاکمیت، راندخارها و دیگران انجام دادند. اگر بنابر معیارهای جهانی محیطبانان را در صف اول تلاشگران محیط زیست ارزیابی کنیم، باید گفت کشته شدن 145 محیطبان و محکومیت 8 تن از آنان به قصاص به دلیل انجام وظایف قانونی و همچنین کشته شدن 4 تن از داوطلبان محلی در جریان خاموش کردن آتش سوزی های تنگه حایقر فیروزآباد فارس و چه دیگری از این راه رفتن در میدان مین است. اینها بخشی از مسئله محیط زیست ما هستند. محیط زیست ازش مراقبت نمیشه. ما هر روز و هر ساعت و هر سال مقادیر متنابهی یا هکتارهای مساحتهای متنابهی از جنگلهامون، بسیار زیاد از منابع آبمون از دست میدیم و محیط زیستمون آلوده میشه. همچنین زیست بوم و حیواناتی که در مناطق مختلف هستن نابود میشن. این در حقیقت یک پکیج، یک مجموعه هست. اشتیاق خریداران گونه های کمیاب حیات وحش ایران در کشورهای خلیج فارس باعث تقویت باندهای متکی به قدرت شده که با تهدید و پرونده سازی علیه فعالان حیات وحش تلاش دارند هر گونه مانعی را از سر راه سوداگری پرسود خود بردارند، بیان که نگران پاسخگویی و کیفر اعمال خود باشند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.